بنده دوستان یه اتفاقی به خصوص بعد از مهسا امینی دیگه خیلی علنی شد و اون اتفاق عرفی شدن دشمنی با جمهوری اسلامی که خب البته در بخش قابل توجهی عرفی شده بود اما عرفی شدن دشمنی با موازین شیعه است یعنی هر آنچه که پکش تفکر جمهوری اسلامی و شریعت اسلامی میگه دشمنی باهاش داره عرفی میشه ما هم در همین راستا در برنامه رو از شمشیر و علیه مقدس سرین هایی به مانند فاطمه زهرا و زینب و حسین و اهل بیت و اینا رو به کار گرفتیم برای که عرفی تر بتونیم تصریح بدیم در این عرفی سازی توهین کردن و رد کردن و تمسخر مهمترین مقدسات این رژیم و, و این رژیم و حتی این جریان شیحه اصلا هشری سه تا ویدیو دارم که در همین راستا. البته یکیش رو تو برنامه زندهمون نشون دادیم توی در حقیقت برنامه روزانه در باب اسرائیل که خیلی چون این کلیپ همچنان ابعاد گسترده پیدا کرده و میتونم بگم اینقدر وایرال شده تو هر گفتگوی اسپیسی کلاپوسی تو هر جلسه ای که در باب مسائل سیاسی ایران و جنگ اسرائیل و غزه داره مطرح میشه این کلیپ بسیار مهم داره مطرح میشه که مردم و بچه های مردم شعار میدن مرگ بر فلسطین در حالی که در مدرسه شعار میدن مرگ بر اسرائیل این کلیپ خب ما چند روز پیش یک تحلیلی کردیم ولی دوباره یک نگاهی بکنیم تا وارد گفتگو بشیم خب این خیلی کلیپ مهمی بود اتفاق مهمی بود و نشون میده که چقدر این رژیم در گفتمان ورشکسته تر از اون چیزی است که ما فکر میکنیم در مدارسی که به زور میخواد الان نماز خوندن قرآن خوندن و احکام اسلامی رو اجرا کنه و نمره بده حتی به چه وضعیتی دچار شده چند وقت پیش دوباره در هفته پیشمون ما ویدیوی دیشون دادیم که یه دختری بالا سر قبر پدر بزرگش میرقصد چون اون پدر بزرگ از این رقص خوشش میاد و ما گفتیم این اتفاق اتفاق یک شیرین کاری کوچک نیست این به جایی که بیار حمد و سوره بخونه بیا جایی که بیار فاتحه بخونه داره میرقصه این چند شدن بسیار گسترده ای از نگاه عرفی جامعه به مسائل زندگی است مسائل زندگی که همشون با عرف اسلام با شریعت اسلام در حقیقت عجین شده یعنی لحظه که ما به دنیا میایم، تا ازدواج میکنیم تا زمانی که ما فوت میکنیم همه اینها رو اسلام نام مملی برنامه داره که بتونه بر زندگی من و شما سیطری داشته باشه الان ولی مردم و جامعه ایران در یک رنسانس بزرگ در یک جدایی کامل زندگی از در حقیقت اسلام ناب مملی دارن فضای جدیدی رو تبیین میکنن و یک کلیپی حالا در جواب اون کلیپ اومده و این کلیپ خودش باز یک مخر دیگه ای می میزنه یک سهه دیگه میذاره بر اینکه چه اتفاقات بزرگی داره در جامعه در بطن جامعه میافته و چگونه گفتمان و شریعت اسلامی داره دستمایه یه تمسخر مردم ایران میشه این قسمت داشته باشیم که این کلیپیه که در پاسخ یه جورایی دیس کردن اون یکی ویدیو رو یادتون یعنی میونه شو دیس نکردن همراهی کردن باهاش نگاه کنیم سروران عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن بار دیگر عرض تشکر دارم بچه اون دختره چرا داره میرقصه؟ مگه برای شادی انواد فاتحه نمیدن فکر کنم بهش خیانت شده خوشحال یارو مرده نه بابا ببین اون برنامه رسیدگی به انواد توسط شده خب واسه شادی روشو شروع میکنم به دنس و فلان الان کلشو میخوام خو ببینید این کلیپ خیلی مهمه و این باعث میشه که یعنی همون بحثی که گفتیم یعنی کلیپ‌های کلیپ های عجیبی داره در میاد حالا من دیگه نذاشتم حالا یه کلیپ دیگه هم هست اون هم بررسی خواهیم کرد اون کلیپ بعدی هم بررسی کنیم که بتونیم همه رو با هم دیگه این هم یه کلیپ دیگه ای که حالا بچه های مردم شعار میدن اونو بهش میرسیم اما در بود زدن ریشه های اسلام مثلا یه کلیپی در اومده ماشین داره مثلا ترمزش بریده میگه یا ابوالفضل یه یا آقایی مثلا میاد توی ماشین میگه من از من کمک خواستی میگه من ترمزم بریده چیکار کنم بعد ابوالفضل میگه من رانندگی بلد نب... نیستم اینا میگه وای الان میریم به خاک میریم اینا ببین شوخیایی که کلیپ های اینستاگرامی داره واقعا نابود میکنه موازین اسلامی رو اینا شاید مثلا شما یه شیرین کاری یا برای گرفتن ویو فقط صرفا ببینید ولی اینا واقعا ببین این برای گرفتن ویو میدون شوخی شوخی میگم مثلا ببخشید با اونجای فاطمه زهرام شوخی آخه یعنی شوخی ها رسیده به قسمت پایین زهرا و زینب اینه که ما داریم میگیم ما یک ورشکستگی گسترده رو میبینیم که صرفا برای گرفتن ویو یا شیرین کاری و غیره نیست این که قبر مثلا پدر بزرگشون یا عزیزانشون میرقصن این یک چیز فراتره یعنی دیگه توانایی نداره اون شریعت اسلامی بازدارندگی نداره کسی رو بتونه در چارچوب اون شریعت اسلامی محصور کنه یا حداقل یه کاری کنه که برای ظاهر که شده یک احترامی ایجاد بشه بعد به شما مثلا دهه نوودی ها که میگفتن که سلام فرمانده دهه 90 ها رو مثلا فراخانده دهه نویدی بیان واقعا خود سن اینا بشه 20 ساله ما اگه این رژیم تا اون موقع بمونه یعنی این سن فقط برس به مرز 20 سال یعنی نابوده ببین جمهوری اسلامی از یک طریقی 100 درصد نابوده حتی تو بین هواداران خودش نسل به نسل جمهوری اسلامی خود به خود داره از بین میره جمهوری اسلامی در باطلاق نسل ها داره غرق میشه یعنی تفکر جمهوری اسلامی تفکر شیعه کثیف داره در هر نسلی که داره میاد به یک باطلاق دارن تمام این کسافت های شیعه و باورهای جمهوری اسلامی رو در خودشون فرو میخورن شما این ویدیوی از بچه های در نودیه واقعا میخواید حریف اینا بشید وقتی که 20 ساله شدن توپ تانک فش فشه آخون باید گم بشه ببینید بچه ها فسقلی ها رو نگاه کنیم این خیلی ارفی شدنه یعنی اصلا تیتر برنامه هم همینه ارفی شدن دشمنی با جمهوری اسلامی و ارفی شدن تمسخر موازین شیعه شریعت شیعه یعنی این رد کردن اسلام و شیعه که داره حالت عرفی میشه همون چیزیه که اگر حتی جمهوری اسلامی برانداز سخت نشه به صورت نرم در باطلاق نسل های آینده غرق میشه جمهوری اسلامی اول آخر فناس محکوم به فناس یعنی اصلا توی شک نکنید اینکه اینایی میگن امام زمانی اینو چرت پرتا کن تمام گفتمان امام زمانی و غیره غرق میشن در این باطلاق تفریح بچه ها توپ فش بشه آخون باید گم بشه به سرعت پابلیکه وقتی این قضاایا یا پا... چیز میشه تفریح میشه پابلیک میشه و یا برای گرفتن ویو پابلیک میشه این رد کردن مهمترین مسائل شیعه یعنی احترام از نظر اسلامی به اموات در چارچوب خوندن فاتحه و حالا احترام به اموات رو با رقص نشون میدن حالا بگو برای گرفتن ویو وقتی که برای گرفتن ویو مهمترین مسائل شیعه در حقیقت اینجا برگشته میشه و رد میشه زیر پا گذاشته زیر پا گذاشته میشه قبلا در سریال بگید در سریال پایتختم این قضیه رخ داد و یک سری از این آقایین مذهبی صداشون در اومد الان قضیه داره خیلی بالاتر میگیره و همه دارن در فضای اینستاگرامی با هم کل میکنن و از این دست ویدیو ها میسازن این هر چقدر بره جلوتر شما خواهید دید که تمام ارزش ها و تمام گفتمان اسلام شیعه در این فضا غرق خواهند شد در این فضایی که نسل آینده ایجاد می این قضایی ها خود به خود فرو، فروپاشی خواهد داشت آینده اینان دمتون گم که این بخش برنامه نگاه کردید زنده باشید قربتون برم